خب سلام مجدد خدمت شما عزیزان، علی صافی هستم با تحلیل محصولات کشاورزی Agricultural Commodities. امروز آگست 15 آگست 2020 در خدمت شما هستم. قسمت دوم تحلیل امروز هست. قسمت اولش رو در فایل قبل دیدیم، اگر ندیدین حتما به کانال مراجعه کنید و قسمت اول رو ببینید. قسمت دوم دیگر محصولات کشاورزی هستش. خب بریم به سراغ چارت. قرار بود از گندم شروع کنیم تا بقیه محصولات. بریم به سراغ چارت ببینیم چارت به ما چی میگه. خب بریم به سراغ نمودار گندم ویت ببینیم که به ما چه چیزهایی رو داره میگه. من منتظر بودم واقعا گندم روز جمعه، یعنی پنجشنبه آخر وقت بودش که وقتی این کندل رو دیدم، کندل این ویکلی هستش، عذرخواهی میکنم، کندل دیلی، بله، وقتی که این آخرین کندل رو من دیدم خیلی خواستم که اینجا وارد پوزیشن بشم، به خاطر اینکه این پوزیشن رو دوست داشتم. این پترن خیلی خوبیه. خیلی ممکنه که بگن که این بر فلگ هستش، این بر فلگ نیست، ولی حالا به هر حال خیلی دوست داشتم که وارد این پوزیشن بشم. اما اجازه بدین زوم کنم. بله ولی متاسفانه ذره دیر عمل کردم و پوزیشن رفت. ولی خب برای کسانی که میخوان هنوز سرمایه‌گذاری بلند مدت بکنن، گندم فرصت خرید هستش. حتی اگر بشکنه این به قول معروف ساپورت اینجا رو و بیاد روی این ترند لاین، یک فرصت فوق‌العاده‌ای میشه، حدود مثلا 480، که حالا نمیدونم واقعا برسه یا نه، چون 500 دلار تگ کرد. ببینید چقدر قشنگ مووینگ اوریج 50 رو تگ کرد و برگشت پایین. این کسانی که میخوان با مووینگ اوریج ها کار نکنن، حالا خیلی ممکنه بگن که ما به خاطر این کندل اینجا منطقه فروش بوده، ولی خود مووینگ اوریج وقتی تگ شد ببینید چه قشنگ واکنش نشون داد. به نظر من گندم مثل بقیه کامودیتی ها آماده حرکت شارپ صعودی خودش هست. نگاه کنید وقتی که روی ترند لاین میشینه، حرکت شارپ خودش رو گندم خیلی خوب انجام میده. نگاه کنید این ترند لاین خیلی قوی هست، ولی یه ترند لاین کوچیک‌تر هستش که توی این کانال در حقیقت اگر ما بریم روی نمودار ویکلی شاید بهتر مشخص بشه که روی نمودار ویکلی این کانالی هستش که گندم در اون گرفتار هستش. و ببینید ما کجا این کانال هستیم. البته این کانال ترندش پایین‌تر هستش، 1-2 و این هم سوم، حالا سوم یا سوم چهارم فرق نمی‌کنه، ولی اگر به این منطقه بیاد که واقعا خرید خیلی خوبیه. یعنی ببینید اگر مثلا آرگیو بکنیم که این شولدر هست، این هد هستش، حالا دابل هد زده و این هم شولدر بعدی، اگر این نکلاین بشکنه به پایین، این گندم به صورت کلاسیک بعضی میگن که مثلا از این قله تا این نکلاین میاد پایین تا اینجا، ولی من به نظرم روی این ترند لاین برمیگرده. یعنی حدود 50 دلار ممکنه پایین تر گندم برگرده، و اگر گندم برگرده ما باید روی مثلا اگر اینجاها خرید داشته باشیم، ما به راحتی میتونیم روی 500 تا 550 دلار بفروشیم، فروشنده باشیم، حتی اگر بالاتر نخواهیم بفروشیم. پس خرید از این منطقه، هر چی بیاد پایین‌تر گندم میشه واقعا خرید کرد، یعنی اصلا شکی نداره از نظر من. به عنوان اینکه حالا چه اتفاقی روی چارت میفته توی روزهای بعد باید ببینیم، ولی گندم فرصت خیلی خوب خرید به ما میده. من لامبر رو تحلیلش گذاشتم که چرا اینقدر قیمت بالا رفته. چیزه بدیم من این فیگور رو پاک کنم. خب ببینید لامبر از اپریل 2020 که قیمتش زیر 300 دلار بوده، حدود 200، چیزه بدیم تگ بکنم که قیمت رو ببینیم دقیقا، لامبر تاچ کرد 247 رو، تا الان که لامبر حدود 714 بسته شد. من فکر نمی کردم بالای 700 بره، ولی رفت تا 747 دلار هم رفت بالا، چیزی نزدیک 3 برابر شده قیمتش. 3 برابر توی کامودیتی، کسانی که کامودیتی ترید میکنن میدونن اصلا یک سود رویایی و شیرین بوده. ولی خب قیمت که وقتی رکورد شکست و این آل تایم های خودش رو شکست، آل تایم هایی که در سال 2018 اتفاق افتاد، ببینید بعدش چجوری لامبر ریخته پایین، و الان این حرکت کاملا پارابولیکه، کاملا آف د چارت. ما اگر بریم توی نمودار ویکلی اونجا هم مشخصه که این اصلا آف د چارت شده،
و الان این دیگه میشه جایی که ما فیبونون میتونیم بذاریم. من دو دفعه متاسفانه پوزیشن من توی لامبر شورت استاپ خورد، ولی لامبر رو من باز هم شورت خواهم کرد. روی نمودار دیلی اگر بریم ببینیم، ببینید این لامبر به راحتی تا 558 میاد، یعنی چیزی حدود 178 دلار ما روی لامبر افت خواهیم داشت. اما بریم روی چارت دیلی مجددا، من میخوام روی چارت دیلی بیشتر توضیح بدم. روی چارت دیلی اگر همون 578 دی که عرض کردم خدمتون، دقیقا میفته روی این منطقه، حالا بگیم 564 مقاومت سین آف کرایمی هستش که این دقیقا شکسته شده. اولین نقطه‌ای که میتونه لامبر استاپ بکنه روی روند نزولی، چرا من تاکید میکنم روی روند نزولی؟ به خاطر این پرایس اکشنی که دو روز متفاوت لامبر بر داشت. من واقعا نمیخواستم ببندم استاپ خودم رو، ولی چون عرض کرده بودم استاپ من استاپ ویکلی بوده و اگر بالای اون استاپ من کلوز بشه در هر حالت میبندم. شاید بهتر بود که 50% پوزیشنش رو ببندم، ولی خب نمیخواستم ریسک بکنم، چون به نظر من این این پرایس اکشنی که اتفاق افتاده روی تاپ حداقل مسافه کندل دیگه هم میتونیم داشته باشیم و برگرده به این قیمت. در صورت که لامبر میتونید سل اوردر بذارید زیر این قیمت، به محضی که وارد بشه زیر 700 و زیر 700 دلار اگر لامبر بشکنه، به راحتی تا 663 میتونه پایین بیاد و اصلا چیز عجیبی نیست. علتش رو من یه مقاله خیلی کوتاهی توی کانال گذاشتم، میتونیم بریم ببینیم. ولی لامبر اگر در صورت که تاییدیه رو به ما بده، ما بریم روی چارت مثلا دو ساعته ببینید چه اتفاقی روی لامبر افتاده. یعنی این کاملا یک ریورسال پترن کاملا مشخص هستش برای لامبر. این ریورسال پترن گپ خودش رو هم پر کرده، یعنی گپ به بالا زده، ریجکت و برگشت پایین. لامبر به نظر من همین الان سیگنال شورت رو داده و تایید کرده. منتها برای کسانی که میخوان حالا با یک تایم بهتری بازم وارد بشن، میتونن روی نمودار دو ساعته، حالا یا ساعتی فرقی نمیکنه، مثلا این رو میتونیم حتی نیم ساعتش رو هم در نظر بگیریم و ببینید چقدر قشنگ همین که وارد این گپ شده بلافاصله اومده و گپ خودش رو پر کرده. یعنی از 740 بلافاصله اومده رو 714 و این دوجی رو بسته به خاطر اینکه این منطقه است. لامبر به راحتی برمیگرده به این قسمت، یعنی بذاری تأکید بکنم لامبر در اولین قسمت روی 555 هست، حدود 60 دلار و ما تمام جبران میکنیم، تمام اون ضررهایی که کردیم روی اون دو دفعه که استاپ خوردیم هفته گذشته روی لامبر. ولی خب بقیه واقعا انقدر رشد داشتن که این استاپ لامبر در برابر اونها چیزی نبود برای ما هفته گذشته. سویبین بعدی، چارت بعدی هستش که همونجور که مشاهده میکنید خیلی چارت شبیه چارتی هستش که اول چارت کتان هستش، نظر بخوام خیلی چارت شبیه چارت کتان هست. این نمودار نزولی خود، این ترند نزولی خودش رو شکسته و الان داره بیس اینفورمیشن میسازه و این بیس اینفورمیشن یک دو و سومی و الان چهارمین بار تک کرده و داره بالای این بسته میشه. یعنی این ما برگشتمون به این سمت قطعی هست. روی سویبین من واقعا مثبت هستم. کسانی که حالا جا موندن میتونن حتی بر اساس تایم ویکلی، این نمودار ویکلی هستش، میتونن اینجا خرید بکنن روی سویبین و این منطقه دقیقا میخوره روی این پیوت های، پس میتونیم روی این پیوت های و این زیر دقیقا جایی هستش که ما میتونیم برای سویبین منطقه فروش در نظر بگیریم اوردرهامون رو. یعنی این منطقه فروش هست. الان سویبین 898 هست، تا 1161 من سویبین رو میرم. روی حدود 1000 دلار این منطقه هستش که میتونن خیلی ها تیک پروفیت اولیه خودشون رو بذارن، ولی تیک پروفیت های بعدی میتونه روی این منطقه باشه و حتی تیک پروفیت بعدی روی 1400. واقعا اصلا چیز عجیبی نیست. یعنی اینها الان ببینید این چارت رو، این چارت هفتگی هست و سویبین کجاش جا داره و ترند لاین های نزولی خودش رو شکسته و آرام آرام داره آماده میشه برای یک اسپایک بسیار بسیار بلند. کورن محصول دیگری هستش که ما وارد شدیم، سیگنالش رو دادیم. من فکر میکنم کورن رو بررسی کردیم توی فایل اول. باز میخوام اجازه میخوام که برم روی فایل پوینتر. اوت رو من
به نظرم الان اوورسولد شده، این نمودار دیلی هست و اینجا جایی هستش که ما میتونیم اوت رو وارد بشیم. 272 دقیقا این دوتا منطقه بوده که من قبلا علامت گذاشتم و اوت به نظر من جایی هستش که روی 272 ما میتونیم وارد بشیم و بله الان اوورسولد شده اوت و کارش تقریبا میشه گفت تموم شده. پرایس ریجکشن خیلی خوبی روی 78 فیبو داره به ما میده و ما اوت رو میتونیم وارد بشیم. ما اوت رو اگر خاطرتون باشه اینجا شورت کردیم توی تحلیل های من، نمیدونم دوستان دنبال میکنن یا نه، اوت رو ما اینجا شورت کردیم توی ماه جون چون این حرکت پارابولیک بود، آفت چارت بود، ولی اوت الان دیگه آماده برگشتش به بالا هستش. توی تایم ویکلی اوت رو اگر ملاحظه کنید ببینید که چندین هفته برگشت داشته و اوت بله الان دیگه اوورسولد شده، اکستندد شده و حتی ممکن اگر این هفته یه ذره پایین تر هم بیاد که بهتر میشه، من بعید میدونم. من از اینجا شروع میکنم اوت رو خرید کردن و به نظرم ما جایی هستش که انتظار باید داشته باشیم. اوت توی تایم ویکلی، بله اوت روی تایم ویکلی روی ساعت 270 تا 272 دقیقا جایی هستش که داره به ما سیگنال خرید میده. حالا باید ببینیم که روندش به چه صورت هست. این ترند صعودی خودش رو که یک بار شکسته بوده ولی الان اوت دقیقا من فکر میکنم بر اساس تایم ویکلی پیوت لو پیوت لو و اگر برگرده تو این قسمت یا حتی تو این قسمت بازی بکنه و این ترند لاین رو تاچ بکنه، من به نظرم خرید سوم ما هستش، یعنی تاچ سوم ما هستش و میتونه خرید خیلی خوبی باشه. پس اوت رو جو رو حتما حتما مد نظر خودتون قرار بدین. بریم به سراغ خیلی سریعتر، من میگم یک محصول دیگه هستش که خیلی دوست داشتم حتما با شما در میون بذارم. راف رایس چیزی بودش که ما سیگنالش رو دادیم توی کانال و ببینید ما دقیقا کجا سیگنال دادیم و بعد از اون کندل های سعودی خیلی خوبی داشت. راف رایس روی 14 دلار به نظر من جایی هستش که میتونه تیک پروفیت صورت بگیره. محصولی که من میخواستم به شما دوستان عزیزان بگم و خیلی من روی محصول میگم، محصولات کامودیتی کشاورزی، محصول کتان هست. نمودار دیلیش رو ببینید، اینجا گلدن کراس کرده بود و ببینید چه اتفاق افتاده و الان کتان دقیقا اینجا بوتای زده و روی این ترند لاین، ترند لاین نزولی رو شکسته. ترند لاین صعودی یک دو سومیش اینجا هست، روی این ترند لاین نزولی برگشت بکنه، تجمع مووینگ اوریج ها، حمایت قوی ترند لاین و واقعا میشه گفت دوستان کتان الان جایی هستش که داره به ما سیگنال خرید میده با هدف 70 تا 71 در تیک پروفیت اول و 82 تا 84 در تیک پروفیت دوم. اگر بریم ویکلی رو نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که کتان الان کجا هست. ترند لاین های نزولی خودش رو داره میشکنه و من منتظر هستم که کتان به ما سیگنال خرید رو بده و امیدوارم که بتونیم روز دوشنبه روی همه این کامودیتی ها ما سیگنال خرید بگیریم. روی ویکلی مووینگ اوریج 2072 200 معذرت میخوام، حمایت 50 رو داریم، داره برمیگرده مووینگ اوریج ها و این بیسینگ فورمیشن داره زده میشه. کتان روند نزولی بلند مدت خودش رو در حال شکسته شدن هستش. این حرکتی که الان من دارم میبینم یک واکنش کاملا طبیعی به این ترند لاین های نزولی هستش، مثل همینجا که یک بار اتفاق افتاد ولی بلافاصله شکست. این ترند لاین نزولی بعدی رو هم اگر بشکنه، که اجازه بدیم من این رو هم نارنجی کنم که بهمون نشون بده، بله اگر این رو هم به بالا بشکنه ما دیگه شاهد پرواز کتان به 93 تا 96 دلار هستیم، جایی که بارها اتفاق افتاده. کتان این نمودار سال 2000 رو فکر میکنم 11 بود که کتان به این قیمت ها رسید، بعد از اون یک خب هر چیزی که اینجوری بالا میره اینجوری هم میریزه پایین، ولی کتان الان جایی هست که ما روی 93 تا 96 میتونیم تارگت حدود 6 ماه تا 3 ماه تا 6 ماه خودمون رو داشته باشیم. بسیار خوب، این کامودیتی های کشاورزی دارن ستاپ های خیلی خوبی به ما میدن. جو، کتان و همچنین دیگر محصولات رو که لین هاگ مخصوصا، اینها رو مد نظر داشته باشید. منتظر اصلاح توی شکر
و لایف کتل باشید که این اصلاح ها اصلاح های خرید هستن، کافی هم همینجور. امیدوارم که خوب و خوش باشین، هفته خوبی رو در پیش رو داشته باشین. خدا نگهدار.